در این بخش با شهرام بهرامی امرو می‌شویم با مروری بر آخرین خبرها در حوزه های حقوق بشر فعالان مدنی سیاسی و حقوق شهروندی در ایران یاسمن آریانی فعال مدنی که انتشار ویدیویی از او و مادرش در متروی تهران در روز جهانی زن از جمله علل بازداشتشان در تاریخ 21 فروردین ماه بوده است امروز طی تماس کوتاهی با خانوادهش از انتقال خود به زندان قرچک ورامین خبر داده است پیش از این مادر او منیر عربشایی هم دستگیر و به زندان قرچک منتقل شده بود. اتهامات این مادر و دختر تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد از طریق تبلیغ و کشف هجاب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و توانی علیه امنیت کشور عنوان شده است. حمیدرضا امینی زندانی سیاسی پیشین در زندان اوین که حدود 80 روز پیش پس از آزادی از زندان به طور مخفیانه از ایران به ترکیه گریخته بود، در شرایط حادی در یکی از کمپ های این کشور نگهداری می شود و احتمال بازگرداندن او به ایران وجود دارد. سودابه نامدار زنگنه همسر آقای امینی با اعلام این خبر به صدای آمریکا گفت که مقامات کمپ مذکور در ترکیه به وکلای حقوق بشری که پیگیر کار همسرش بودند اجازه ملاقات ندادند. حمیدرضا امینی از طریق یک فایل صوتی که به خارج از کمپ کورباش ترکیه ارسال کرده از نهادهای حقوق بشری درخواست کمک کرده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموع فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا گلیپور، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین، علا رقم ابتلا به بیماری های مختلف در زندان، با مخالفت دادستان تهران برای توقف اجرای حبس، اعزام به مراکز پزشکی و رسیدگی درمانی مناسب مواجه شده است. این خبر را آزیتا قربیگلو وکیل مدافع این زندانی اعلام کرده است. علیرضا گلیپور در مهرماه 1391 توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و سپس به اتهام جاسوسی به نفع اجانب و به طور مشخص کشور آمریکا توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سلواتی به 12 سال حبس تعزیری محکوم شد. مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان گزارش داده است که طی روزهای گذشته حکم هفت سال حبس عطاالله احسنی فعال مدنی و معلم ساکن دیواندره به وی ابلاغ شده است اتهام آقای احسنی نشر اکاذیب است و با شکایت اطلاعات سپاه به حبس محکوم شده است شهرام بهرامی صدای آمریکا واشنگتن